یک بار دیگر صدای باهمی از کاخ سپیدار و ریاست جمهوری بلند می شود. ظاهراً رهبران حکومت وحدت ملی این بار به گونه جدی درباره از میان برداشتن اختلافهایشان گفتگو می کنند. علت این اختلافها هم از سوی ریاست اجراییه چنین فشرده می شود. سنی بحثونه چه راپورت سوی دی؟ در بحثونه در اصلاحاتو پا مو خودی، در بحثونه در حکومت تشکر کرد پا مو خیجت سوی دی. با این همه شانه به شانه بودن رئیس جمهور و رئیس اجراییه در پیشبرد کارهای حکومت از رهگذر حقوقی یکی از اصلهای مهم دانسته می شود. سران حکومت وحدت ملی به عنوان یک سکه درخ هیچ گاهی هیچ کدام از او بدون یکی دیگر قابل پذیرش و مشروعیت نیست. یکی از علتهای مهم اختلافهای رهبران حکومت وحدت ملی در چگونگی عملی شدن توافقنامه سیاست حکومت وحدت ملی است. تغییر در توافقنامه خو معنا نداره، چون این سند دو سال پیش تهیه شد، ساخته شد و امضا شده. هم ناظران بین المللی امضا کرده و هم رئیس اجرایه، رئیس جمهوری سند را امضا کرده. تغییر در محتوای سند نمیه، منتها یک بررسی و ارزیابی لازم است. با این همه پیامدهای تغییر توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی چنین ارزیابی می شود. دوی که چیره و نشی که ولی در خپل فرا قانونی یا در قانون به هر حالت تا په دغه اقداماتو خاتمه ورکی، نو بیا به دوی زید ناکامه حالت تا په اصطلاح غیر قانونی حالت سره چه دغه نسبی مشروعیت چلری دا به هم دلاسه ورکی. بقای حکومت به گونه مستقیم به چگونگی تصمیم گیری های رهبران حکومت وحدت ملی وابسته است. خواست مردم از این رهبران این است که با توجه به چالش های فراوان در برابر مردم و کشور، به جای افزودن بر غم و اندوه مردم، پیام آوران شادی و آرامش باشند.